رو شما یه آیه برای شادی تو قرآن پیدا نمی کنید. ولی وقتی رجوع میکنید به کتاب مقدس توی مزمور 150 حتی کل 150 تا به طور خاص همون مزمور 150 هست 149 شما ببینید میگه خداوند رو به شادی بپذیر، حتی در حضور خدا میگه با شادی باشید چون خدا ما رو با شادی آفریده. اما اسلام نه، اسلام یک دین تاریکی هستش که متاسفانه دستاورد خود شیطان هست که از شخصیتی به نام محمد استفاده کردش و محمد هم دستاورد او شد. و برای همین زندگیاتون رو پاک کنید، تقدیس کنید عزیزان، دیگه شوخی نکنیم عزیزان. زهر زهره، چرا باید زهر ما رو ما ببینیم تو دستای شما هست و بهتون بازم با تعارف صحبت کنیم؟ باید بدونید که الان توی جایگاهی هستیم، باید تو ایرانی به خاطر اینکه بلاها از دور بشه، مشکلات تموم بشه، تصمیم جدی بگیر، زندگی تو تقدیس کن، جانماز و قرآن رو بریزید دور دیگه، بیایید در مسیر، من نمیگم به مسیح ایمان بیاورید، این رأی خودتون هستش. مسیحیت یک انتخابه، بعد از انتخاب اگر به او ایمان آوردی، او رو شناختید، میتونه برات یک افتخار باشه. اما در مرحله اول یک انتخاب تو هستش که بدونی، آشنا بشی با هدف خلقت و در این مسیر گامهایی رو برداری برای سازندگی نسبت به خودت، خانواده، خلق و یک رابطه درست با خدا. هموطن عزیزم، پس همسایتو، همکلاسیتو، همکارتو، فامیلتو بشارت بده و نترس. متا 28:19 اعلام میکنه بشارت بدی. اگر مسیحو دوست داری باید بشارت بدی، راه دیگه ای نداری هموطن عزیزم. اما بشارت ما با عشق، با محبت هستش. با درک دیگران هستش و مطمئن باش که خداوند قلب اون شخص لمس میکنه. شما خبر خوش نجات به دیگران بدید، بقیه رو بسپرید توی دستان عیسی مسیح. حیف مردم ما این همه دارن سختی میکشن و بعدش هم هلاک بشن.